درود دوستان عزیز، عرض ادب و احترام. سلام، من ویدیو دوباره ندارم، خب طول اجازه میگیره. بدید من خارج بشم دوباره. درود دوستان عزیز، درود، سپاس. سلام، منو میبینی؟ بازم فکر کنم همون مشکل دوباره. امیدوارم اون قصه تا سه نشه بازی نشه. بذاری من دوباره برم و بیام ببینم. باش. درود دوستان عزیز، سپاس از لطفتون. خب فکر کنم هنوز تصویر منو نداریم. نه متاسفانه. خب چیکار سوال کنیم؟ من میخوای یک بار دیگه هم تست کنیم؟ نشد از دوتا سوال کنیم؟ باش. مرسی. سپاس از لطفتون دوستان عزیز. حالا ما یه بار دیگه هم تست میکنیم. بعضی وقتا اینستاگرام یه باگایی داره، اگر من نداشتم بقیه داشتن، دیگه ادامه میدیم که دوستان رو بیش از این معطل نکنیم. بله، میدونم که تصویر دارین. حالا یه بار دیگه هم تست میکنیم ببینم برای ما هم میاد یا نه. نداریم کماکان منو من. عیبی نداره، عیبی نداره. باش. اگر دوستان دوباره لطف کنن بگن که تصویر هر دو دارن که ما دیگه ادامه بدیم. من فکر کنم سرعت شما یکم پایینه، یه ذره فریم فریم میشه سرعت من. فکر کنم من تست کردم سرعت خوب بود، حالا نمیدونم.
دوستان دارین تصویر؟ بله تصویر هست. بسیار خب، حالا دیگه میریم که من فرام با اجازت از دست ندادیم. من کامنت ها رو دوستان میبندم که بتونیم یواش یواش شروع کنیم. خب سروشتان چطور؟ خوبی؟ قربونت برم، شما چطور این؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر، خبرهای خیلی خوبی از مجموعه در راهه که انشاءالله اگر خبرهای خوب به دستم رسید که خدمت دوستانم میگیم. خب اگر پری میخوای شروع کن. بله حتما شروع کنید. در خدمت. الان تصویر من فریم فریم میشه یا خوبه؟ نه. خوبه ولی یه جاهایی چیز میشه، یعنی اون روونی رو نداره، ولی خوبه در مجموع. من حالا به هر حال سرعت فیس کردم. خوب بسیار با اجازت پاک میکنم. ای دلان دم که خراب از می گلگون باشی، ایزر و گنج به صد حشمت قارون باشی. در مقامی که صدارت به فقیران بخشند، چشم دارم که به جاه از همه افسون باشی. در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. عرض سلام، ادب و احترام خدمت دوستان عزیز، معرفت پژوهان و همه عزیزانی که در این لایو همراه ما هستن و عزیزانی که بعداً این لایو رو به صورت آفلاین نگاه میکنن. سروش جان شما هم یک سلامی کپی با دوستان بزنین و که دیگه به امید خدا شروع کن. بله به نام خدا. نتوان گفت که این قافله وا میماند، خسته و خفته از این خیل جدا میماند. این رهی نیست که از خاطرش یاد کنی، این سفر همره تاریخ به جا میماند. دانه و دام در این راه فراوان، اما مرغ دلسیر زهر دام رها میماند. میرسیم آخر و افسانه واماندن ما همچو داغی به دل حادثه ها میماند. بی صدا ترز سکوتیم، ولی گاه خروش نعره ماست که در گوش شما میماند. بروید ای دلتان نیمه که در شیوه ما مرد در هر چه ستم هر چه بلا میماند. به نام خدا. منم سلام میکنم خدمت دوستان، خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم. حالا بهانه این گنجینه شیطانی و این امثال معاندین به نوعی احمق مجموعه است، ولی خوشحالم که باز شما و همه دوستان رو میبینم. مرسی سروش جان. بله همونطور که دوستان در جریان هستن، ما در رابطه با یک گروهک منافق تروریستی که هدفی جز نفاق، تفرقه در مجموعه عرفان کیانی حلقه ندارن داریم صحبت میکنیم. کار این گروه فقط ترور شخصیتیه، هیچ حرفی جز فحاشی، بی احترامی و ناسزاگویی ندارن. دستشون از همه چیز خالیه، تمام چیزهایی هم که نشون میدن حرفای واهیه. ولی خب برای اینکه بدون جواب نمونن، ما این لایف ها رو میذاریم که فکر نکنن متکلم وحده هستن. الانم که البته نشستن با دقت دارن گوش میدن. خدمت رو عرض کنم که ما با یک سری اوباش بی همه چیز کلاش روبرو هستیم. اینها اخراجی های مجموعه عرفان کیانی حلقه هستن که به هیچ وجه حق مصادره، حق تدریس، حق انحراف در این آموزه‌ها رو ندارن و دوستانی که تازه میخوان وارد این مجموعه بشن باید اینها رو بشناسن و با چهره این افراد، با منششون، با رفتارشون و با ذات پلید و پلشتشون آشنا بشن و بدونن که چه بر سر عرفان حلقه دارن اینها میآورن. البته که به جایی راه پیدا نمی‌کنه. خدمتتون عرض کنم که این عده منو یاد یکی از آیات قرآن کریم میندازه، سوره اعراف
یک آیه 179. به طور مسلم گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم. آنها دلهایی دارند که با آن اندیشه نمی کنند و نمی فهمند و چشمانی دارند که با آن نمی بینند و گوشهایی دارند که با آن نمی شنوند. آنها همچون چارپایانند بلکه گمراه‌تر. اینان همان غافلانند. اولئک کل انعام بل هم ازل. اولئک هم الغافلون. بعد علت این که اینو گفتم اینه که خود قرآن کریم هم اینجور آدم ها رو از حتی چارپایان هم پایین تر میدونه. اولئک کل انعام بل هم ازل. پس اگه ما اونجا به شوخی گفتیم که اینا مریضای صدا و تصویرتون قطع و وصل میشه، من الان یه فیدبکی هم گرفتم، این مال سرعت اینترنتتونه، گویا دوستان دیگه هم قطع و وصل میبینن. شما فکر میکنین که با نت گوشی مثلا شاید بهتر جواب بده، نمیدونم، یا نه شاید اونجا نت گوشی خوب جواب نده، ولی اگه در دستگاه دیگه ای داره به اینترنت وصل میشه شاید باید بگیم که چون خیلی کیفیت صداتون قطع و وصل میشه، احتمالی که تصویر منم نمیبینین همینه. الان این متن بسیار زیبایی که داشتین میگفتین حیفه که با این کیفیت صدا. خب الان من اگه برم روی اینترنت گوشی لایف قطع نمیشه، میشه؟ نمیدونم، ممکنه قطع بشه. ممکنه قطع بشه. آره حالا من اینو یه دفعه این از اینترنت قطع کنم ببینیم بهتر میشه. البته لازمش هم دارم ولی حالا قطعش کن. الان صدا خوبه؟ باید دید یه ذره بگذره ببینیم که. خیلی خوب، من یه بار دیگه این آیه رو حالا میخونم. صبر کنید که اول مطمئن بشیم، چون هنوز تصویر و صداتون فکر میکنم بریده بریده است و خیلی فرقی نکرده. خب شما الان با اینترنت گوشیتون هستین؟ نه من با وای فای. بذارید من اینو باز کنم دوستان کامنت بدن اگه صدا خوبه. بچه ها میگن که تصویر و صدا، میگن تصویر و صدا خوبه الان. خب اگر خوبه که میتونیم ادامه بدیم، چون من از دوستان این ورم گرفتم. آها خب میگن عالیه، پس بریم. یکی از دوستان بسیار. پس این مطلب رو من فکر کنم حیفه که دوباره نگی، دوباره بگیم یه بار دیگه. من میگم برای ثبت در تاریخ. بله داشتم اشاره میکردم به سوره اعراف آیه 179. به طور مسلم گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم. آنها دلهایی دارند که با آن اندیشه نمی کنند و نمی فهمند و چشمانی دارند که با آن نمی بینند و گوشهایی دارند که با آن نمی شنوند. آنها همچون چارپایانند بلکه گمراهتر. اینان همانا غافلانند. اولئک کل انعام بل هم ازل. اولئک هم الغافلون. عزم کردم که اگر گفتم اینها مریض های من هستن به عنوان یک دامپزشک بیراه نگفتم. اینها درمانشون پیش منه و هر که گفتم هم که رایگان درمانشون میکنم. حالا چه اون آقای ناندرتال باشه جعفری چه بقیهشون، طبق دیگه سند هم آوردم از قرآن کریم که خیالشون راحت بشه. اما نکته جالب اینه که سروش جان اینا انگار نفس هم ندارن دیگه، یعنی به مرحله بعدی نمیرن. ببین سروش جان من یاد اون قصه میفتم که یه ماجرایی میگن طرف داشته یخ میفروخته، بعد یکی رد می میشه میبینیم داره یخ میفروشه، میره برمیگرده میبینه خب هیچی نداره، میگه خب به سلامتی همه یخ رو فروختی؟ میگه نه نفروختم تموم شد. حالا اینا اگر تو مرحله نئاندرتالی تو این مرحله تموم میشن، برمیگردن به چرخه طبیعت. آره اینا اینجا تموم میشن. البته به یه نوعی اینا تموم میشن که اینا تموم شده هستن.
بله، اینا هم در این زندگی تموم میشن هم در زندگی بعدی تموم میشن. بله، اینا بله، مگر اینا در واقع ان شاء الله خدا کمکشون کنه، راه بازگشت همیشه بازه و اگر توبه کنن همیشه، ولی امیدوارم دیگه هرچی اینا بیشتر فرو میرن کارشون هم سخت‌تر میشه عملا و بله. عملا تموم شدن، حالا هی دارن دست و پا میزنن، هی دارن توهین میکنن، هی دارن بد و بیرا و چرت و پرت میگن و ما هم مسیر خودمون داریم پیش میریم. از استاد اسم میارن، توهین میکنن به شخص، به ساحت مقدس استاد. میدونی که آخه اینا گیر داده بودن که ما برمیگردیم میگیم ساحت استاد، چون ما یه جا فرموده بودیم ساحت بل. استاد. من آره اتفاقا من اون جوابیهی که به آقای بدنامی داده بودم توش نوشته بودم که اگر بخوای جلوی استاد وایسی و به ساحت ایشون توهین کنی خودم شخصا جلوت وای نیست. البته من اونجا تون نوشتم، بعد نوشتم ساحت مقدس استاد بله. که این الان فکر میکنه ساحت رو فقط برای مثلا پیامبرا میگن، البته که استادم پیام‌آور عشق هستن و در مورد نبی عام و نبی خاص حرف دارن برای گفتن. همه ما اگر در این راه باشیم میتونیم پیام‌آور و پیامبر عشق و حقیقت باشیم. بله بس. اما این مسئله رفتی به بحث نبی خاص نداره، اما اون ساحت بله نداره استاد. بله. این فکر کنم صاحب تعویضی سوشیان جان گفته، هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبی است. یعنی اینا هنوز تا کجا باید بفهمن که چجوری باید اسم استاد رو بیارن، چجوری باید دهانشون رو بشورن و چقدر باید توبه بتونن اسم استاد رو بیارن، اینقدر که این ساحت برای ما مقدسه. بله و محترمه و حریمشون بسیار حریم امن و مقدسی. بله این حالا من میخوام جان بگو. نه نه بفهم. نه نه شما بگو، من خود حرفم طولانی شد. بعدش میگه حالا من میخواستم دوباره این دلم نیمد که یه بخشی از این کتابو که استاد در مورد سیر معنوی انسان، البته سیر معنوی خودشون به تحولاتی که استاد طی کردن و یه بخشی رو میخونم، انگیزه بشه دوستانی که نخوندن یا دوستانی که تازه وارد این مجموعه شدن با این کتاب چکیده مقالات در واقع روبرو بشن و ببینن که چه سیر و سلوکی استاد طی کردن تا به اینجا رسیدن. من ببخشید که دیگه میخونم قسمت های مهمش رو خط کشیدم بخونم که خیلی وقت لایومون به اصطلاح کم نیاد. همه سالکان سلوک خود را از طریقت عام آغاز می کنند و این طریقت تنازع بقا و کسرت آنها را برانگیخته تا خود را از کسرت به وحدت برسانند و این نقطه شروع سلوک به سوی حقیقت است. حالا وارد سیر من الخلق الی الحق می شه. همین که فرد در مسیر طریقت عام احساس نیاز به رهایی از کسرت و رسیدن به وحدت و کشف حقیقت در او بیدار شد و مشتاق و خواهان گردید به طوری که همه وجود را فرا گرفت، در مورد خودشون نوشتن استاد داری، وارد مرحله طریقت خاص می شود، آنگاه حقیقت او را به سوی خود می کشاند، سوی که جهت ندارد و فرد که دیگر در اینجا به او سالک گفته می شود کشش و جاذبه عجیبی را حس می کند که به سمت بی نهایت ادامه دارد و با احساس گنگ و مبهم ولی مفرح که همه وجود را در بر میگیرد. وجودش در حال انبساط است، به خصوص ذهن خود را حتی فراتر از هستی احساس میکند. همچنین وزن او در این انبساط با احساس بیوزنی توأم شد. حالا در اینجا توضیح میدن که مقاومت آری که در ترم یک استاد توضیح میدن اینجا توضیح میدن. انسان در سیر الالله با نیروی مقاوم آر مواجه میشود که عبور از آن فقط به خرج دادن اشتیاق با خرج دادن اشتیاق زاهد الوصف امکان دارد و وقتی اشتیاق سالک از حدی بگذرد این مقاومت فرضی شکسته و حقیقت سالک را به سوی خود میکشاند. در مرحله بعدی حالا من این خلاصه میگم دوستان که انگیزه بشه که مطالعه کنید. سیر فلاح این مرحله با رسیدن ناگهانی سالک به احساس وحدت با هستی یا با پیکره واحد هستی آغاز میشود که در وحدت با هستی سالک در آن واحد ظاهر هستی را که همه چیز در کسرت قرار دارد
و باطن آن را که همه چیز به هم مرتبط و پیوسته بوده و ذات آن را که همه چیز یکی هست درست درک کرده و می فهمد که ظاهر باطن و ذات خود نیز در وحدت هستند. ادراک و دیدن با چشم دل. در اینجا سالک هر چرا که تصور کند خود را با آن چیز در وحدت می بیند. مفهوم جدایی برای او از بین می رود. ضمن اینکه در این حال هیچ چیز وجود ندارد. سالک در این مقطع تن واحده بشر را نیز از طریق شهود خود درک کرده و در می یابد که تمام انسان ها در پیکر واحدی که همون آدم هست قرار دارند و می روند تا ملائک را به اسمهایشان آگاه سازند. همچنین بر آنچه در عالم لازمان ملکوت اتفاق افتاد و اینک در عالم ناسوت در بود زمان و مکار در حال انجام آن هستی واقف می شود. او به فلسفه خلقت پی برده، به ادراک شهودی از احدیت، واحدیت و فردانیت خداوند متعال نائل می شود. او با این ادراکات می تواند جایگاه خود را در این طرح عظیم الهی پیدا کند. بدین ترتیب تضاد او با خدا، هستی و خود از بین می رود. یعنی سه مرحله اولو از بین می رود و تا حدودی هم تضاد با دیگر. اتفاق مهمی که در این مرحله رخ می دهد این است که به علت اینکه بین سالک و خلقت وحدت به وجود آمده و فاصله و جدایی نیست، هر روز دعا و خواسته ای که داشته باشد آن خواسته در عالم سالک به عالم طرح و مثال و ملکوت پیوند کرده به صورت طرح و در عالم امکان یا ناسوت و در زمان مختصی فراهم کردن اسباب و وسایل آن عملی شده و تحقق پیدا می‌کند. بدین ترتیب سالک مستجاب و دعوه می‌شود. اینجا این مرحله بوده که استاد در اولین بار مستجاب و دعوه شد. و آنچه را که بخواهد مستجاب می شود. بنابراین ممکن است سالک با درخواست آرزوهای های زمینی خود و محقق شدن آنها از ادامه مسیر مونه. حالا اینجا دوتا می شه. یا طلب کرامت می کنه یا طلب کمال می کنه. که حالا من باز خلاصه می کنم که اینجا مرحله است که نفوذ شبکه منفی می تونه اتفاق بیفته، ولی می تونه از این مرحله عبور کنه. اینجا گفتن که برخی از سالکان هم کرامات های قدرتی را در حین سر و سلوک تجربه کردند، اما ممکن است بدون پس زدن این قدرت‌ها کماکان به سیر و سلوک خود ادامه داده و آن را تا مرحله نهایی نیز دنبال کنند و تا مدت‌ها هم کمال را داشته باشند و هم قدرت را تا در آینده تصمیم بگیرند که آیا فقط جذب عرفان کمال شوند یا عرفان قدرت، که در صورت پی بردن به اشتباه خود عرفان قدرت را کنار خواهند گذاشت. دوستان میگن مثل اینکه تصویر شما نیست. سروشتان هستی؟ یه لحظه نیست که قطع شد سروشتان رو باید میستم تا بید به به الان تصویر تمام باید عجیبه امروز یه ذره عجیبه سوشیاشان. دوستان از ایران پیام میدن شما رو شطرنجی میبینن و نوازه، دوستان خارج از کشور بهتر میبینن. یه ذره عجیبه. حالا اشکالی نداره. ممکن. خب پس دیگه هم دیگر رو میبینیم. خب میفهم. خدا رو شد. حالا من میخوای کامنت ها رو باز کنم اگه دوستان کامنتی میخوام بدن. الان نمیدونم صدا و تصویر خوبه یا نه دوستان. گزارشی اگر بدین. یک مایی کامنت بدین ممنون میشم که من ادامه بدم. میگه خوبه تصویر. صدا خوبه؟ حالا چاره ای نیست، همینجوری دیگه. الان خوبه انشالله که خوب باشه. انشالله خوبه. خیلی ممنون. خب مرحله بعدی فنا فی الله. پس تا اینجا مستجاب و دعوه بودن. سالک در سیر فنا فی الله به ناگاه در میابد. این عبده این مسیر استاده که در بی نهایتی که قرار داشت گم شده و وجود خود را که از هر سو تا بی نهایت ادامه داشت دیگر حس نمی کنه. در اینجا سالک میفهمد که مشخصه های هویت و فردانیت او نیز وجود ندارد. حذف من فقط احدیتی که همه جا را فرا گرفته برای او محسوس است و نمیتواند من خود را تشخیص دهد و برای خود منیتی تصور کند. اینجا مرحله انالحق. در این مرحله سالک باید به این مرتبه برسد که خود را انکار کند و خود را نتواند ببیند، نه با تظاهر و ریاکاری. و این تجربه جز لاینفک این مرحله است و ممکن است او جان خود را بر سر گذر از این مرحله بگذارد، همچون منصور حلاج که گرفتار کوردران جاهل شد. مرحله بعدی من خلاصه که عرض می کنم خدمتون عارف فلاحه.
این مرحله سالک که در سیر فنافلله خود را در حق گم کرده بود مجدداً خود را پیدا می کند و به ماهیتش آگاه می شود و شروع به جمع‌بندی تجربی که تا کنون پشت سر گذاشته نموده و با این فکر درگیر می شود که آیا آن چه شهود کرده در خواب و رویا و بیداری بوده و در نتیجه حالت گیجی و گنگی پیدا می کند ولی در این حال نمی تواند منکر وقوع شهود تجربه شده. این حالت ممکن است مدتی طول بکشد. صحت و سقم آگاهی های دریافتی ممکن است مطمئن نباشد، فقط اطمینان های قلبی از این بابت دارد که تنها نقطه قوت او در صحت این یافته ها باشد. شاید هم در برخی مواقع به زمان طولانی نیاز باشد تا سالک متوجه شود که سیر و سلوک او منجر به کشف شده است و او تا کسب عنوان عارف فاصله چندانی ندارد. اما از طرف دیگه شبکه منفی باز هم با القای منفی شدید مبنی بر توهم بودن کشف او به طور دائم او را تحت حمله قرار می‌دهد و یافته های او را بی‌ارزش و خیالی در نظرش جلوه می‌کند. حالا این مرحله رو سالک در این مرحله بین دو نیروی حجت قلبی خود و القاهای شبکه منفی قرار می‌گیرد تا در نهایت بر یکی از این نیرو غلبه پیدا کند. یا سالک یافته های خود را رها کرده و مردود می‌شود و یا به ندای باطنی خود اطمینان کرده حجت قلبیش راهنمایش می‌شود و بر شک و تردید خود غلبه پیدا میکنه. به این ترتیب او ثبات قدم یافته. از اینجاست که دیگه حمله شبکه منفی صفر میشه و کشف و شهودش رو به عنوان هدیه ای از فضل خداوند متعال میپذیرد. از این لحظه به بعد عارف میشود، به مقام عارف نائل میشه. حالا من از این خودم رد میشم که از این قسمت سیر من الحق الی الخلق رو میخونم که سیر نزولی است که در واقع حالا باید بیاد داخل مردم. کشف و شهود میخواد ببینه با کشف و شهود خود چه خدمتی میخواهد به خلق ارائه دهد. آیا فقط میخواهد توضیح دهنده ادراکات و کشف و شهود باشد یا میخواهد دیگران هم مانند او به این ادراکات و کشف و شهود برسند؟ در این مرحله بستگی به اینکه عارف در رابطه با خلق چه خدمتی بخواهد انجام دهد، آنچه را که نیاز داشته باشد و درخواست کند به او عطا می شود. در واقع در این مسیر او مجدداً مستجاب و دعوه می شود. اینا نکته است دوستان. منتها این بار آنچه که برای خلق درخواست می کند به او عطا می شود و برای خود هیچ چیز نمی تواند بخواهد. در این صورت عارف می تواند راه سیر و سلوک جمعی را گشوده و همگی می توانند از روزی آسمانیش که موفق به کشف و شهود شده هم به صورت نظری و هم عملی استفاده کنند. و خب دوباره مرحله بعدی ازش میپرسن که آیا میخوایی دیگران هم بتونن دیگران تفویض کنن، که جواب بله بوده برای استاد. و عارف در این مرحله اقدام به زندگی عادی در میان خلق میکنند. خب خلاصه میاد در میان خلق و که دیگه استاد اومدن و در این مرحله در معرض حسادت ها، تنگ نظری ها، حملات دشمنانی از جن و انس، تمسخرها و افتراها قرار داشته و لحظه به لحظه متناسب با شدت عوامل بازدارنده به او عطا می شود. عارف در این مرحله هر چند مطلب جدیدی را کشف نمی کند، اما هر روز با ادراکات شهودی جدیدی مواجه می شود که مفاهیم بیشتری از متون دینی را که دیگران فقط آن را می خوانند و می شنوند. دوباره سروش قطع شد. حالا من ادامه میدم. برایش به گونه شهودی باز میکنند و اثر آن را نیز بر دل و جانش میریزند و از او ابر انسان میسازند. در این قسمتی که ابر انسان ساخته میشه. چی شد؟ خودت قطع میشی یا قطع میشه؟ من نمیدونم، هنگ میکنه. الان منو میبینین؟ آره من الان شما رو میبینم. خدا رو شکر. آره حالا یه مشکل نمیدونم چیه. تکنیکال به صدای شما هم مثل که باز شطرنجی میشه و دیگه چاره نیست. باید ادامه. دیگه آره. خب حالا من شما نبودی گفتم که در این مرحله در واقع ابر انسان تشکیل میشه که ما اگر دوستان میگن ابر انسان و اینا خیلی ناراحتن از این مسئله، اینجا شواهد نیست خلاص. که دیگه در این مرحله هیچ حزنی نیست و به مقام رضا میرسد و خلاصه اینا آخه در مورد ابر انسان هم صحبت کردن. بله بله. در نهایت به مقام صالح میرسن.
این مقام صالح هم بگم که جالبه. در این اوضاع آشفته و تلاطم، خان آخر نائل شدن به مقام صالح هم روی میدهد. علیرغم تضاد شدیدی که از ناحیه دشمنان به او تحمیل میشود، لازم است خان آخر را که صلح با دیگران میباشد تکمیل نمود و وجود خود را از هر گونه دشمنی و کینه شخصی نسبت به دیگران تخلیه نماید و اگر در جنگی وارد میشود، به مناسبت دفاع از حق و مبارزه با ظلم و دفاع از مظلومه. اینا رو قبل از این اخراجی ها گفتن استاد. و در این حالی که می جنگد، همه انسان ها رو به خودی خود دوست دارد و به خوبی می داند که دشمنی آنها با او صرفا به خاطر جهالتشان است و برای آنها دعا می کند که به راه راست هدایت شوند. ای بازجوی من، برایت دعا می کنم. یاد تسر روش؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. خدایا اون زمانی که منو هدایت کردی کمکم کن گمراه نشم. این دیگه ادامه داره، بقیه رو میسپارم دوستان مطالعه کنن. حالا ما دوستان عزیزی که استاد و ابر انسان خطاب کرده بودن و دردانه هستی بیانش کردن و چقدر زیبا این لایو های دوستان آدم میبینه هضم میکنه واقعا. هر کدوم از یک منظری به این ماجرا نگاه میکنن و توصیف میکنن، آدم این از این همه عشق و زیبایی لذت میبره. اما موضوع دیگه‌ای که اینا رو ناراحت کرده، به جز وحدت مجموعه با هم دیگه، میان یه طرحی موضوع میکنن به نام شخص پرستی. حالا یه چیزی هم من میخوام در تکمیل صحبت شما قبل اینکه اینو بگین بگم، من یه صدایی از استاد پیدا کردم که این صدا خیلی جالبه سوشیان جا. اتفاقا در دهه 80 اینا مدعی که دروغین اون هستن که قبول دارن همه این روزا رو دیدن. اگه اجازه بدی این صدا 2.5 دقیقه میخوام بذارم حتما استفاده کنیم که صدا لایومون بپیچه. چی از این بهتر که صدا استاد بله. خیلی جالبه، خیلی مطلب، این مطلب بسیار مطلب جالبیه که من اینو بذارم خدمتتون. اطلاعات بروزه، این عزیز، خب این اطلاعات تا اطلاع ثانوی اطلاعات بروزه، به زودی همین نامش اطلاعات سوخته و بعد یک مربی میمونه بود، یه اطلاعات سوخته و یه من خودش. حالا ادامه اطلاعاتو نداره که دیگه بخواد باش بیاد مانورهای بعدی رو بیاد، یعنی اگر کسی بخواد نمیدونم در جهت من خودش حرکت کنه تا یه جای میاد بعد اطلاعات سوخته است، میخواد ادامه بده اصلا نمیدونه چیه، خب دیگه نمیدونه بقیه اطلاعات چی هست چطوریه، چون ما در واقع داریم وارد، یعنی وارد عصری شدیم. این 2010-2012 یک نقطه عطف خاصی است، زمینه های خیلی چیزها در واقع توی نقطه عطف میشه و که به اصطلاح وارد عصری شدیم که عصر هوشمندی که رسما این عنوانشو قیچی شده و بعد عصر شناخت من حقیقی، حالا بحث یکی از بحثاش محور وجودی است، شناخت در دوری که اطلاعات رو در واقع از دروی جمعی انتقال پیدا بکنه، یکی از مهمترین چیزایی که وارد این هست شدیم اینه که اطلاعات در واقع اطلاعاتی که تو شناور هستیم و اطلاعاتی که داریم میگیریم در واقع فرم انتقال آگاهی رو الان با شیوه جدیدی برخورد میکنیم و اطلاعات دیگه هم همینطور. بنابراین اونهایی که هنوز آگاهانه از من خودشون جدا نشودن، آگاهانه از من خودشون جدا نشودن، حالا ممکنه داشته باشیم بعضی ها ناآگاهانه در واقع این من رو میندازن وسط و از اندام هایی میکنن که این از اندام ها همون میشه که شما میفرمایید، ولی عمدتا اونهایی که آگاهانه این مسئله رو دارن در یه جای عقب میمونن، یه مشت اطلاعات سوخته تو دستشون باقی میمونه و سلام.
حالا اگه برگردن، یعنی یا با یک راد برگردن بگن همینه که گفتیم، ما اینجا اشتباه کردیم، اونجا اشتباه کردیم، اونجا اشتباه کردیم، یک راد دوباره باقی مونده. بله این خیلی جالبه. حالا این آقای شاولین بدنامی بره از اون جزوه ما بشینه بخونه و کلمه به کلمه و شعر غلط خلوت رو فکر کنه داره دوره 6 درس میده و آقای لاس وگاسی هم بگه به به استاد ما از حضور شما فیس بردیم. اتفاقا چقدر خوبه که این آقای ولگرد مست لایعقل دلقک لاس وگاسی بیاد از شاول بهنامی تعریف کنه. همین اخیرا باید از من تعریف کنن. دوستان من کلاس برنامی رو کلیپ کردن، چه کلیپ بامزه‌ای هم هست. چقدر قشنگه. ما هم راجع به درس دادنش خیلی صحبت کردیم که در واقع هیچی هم متوجه نشده. اصلا یه جایی میگه مولوی راه فردی رفته، راه فردی و جمعی هم این متوجه نشده. من نمیدونم چی فهمیده، اصلا هیچی نفهمیده. حالا و از صحبتی که شما فرمودید اونو بگو. ببخشید من صحبتتون رو بریدم که این صدای استاد یه ذره عطر صحبتمون رو یه ذره این عطر اینجا بپیچه. از صدای استاد شخص پرستی رو اینا مطرح کردن. بله شخص پرستی رو. بله بله. حالا شخص پرستی که اینا میگن، این اتهامو در واقع به مولوی هم میزنن. اونایی که مولوی شناس نیستن، یعنی که بیان الکی حرفی زده باشن، یه کتابی بنویسن، این حرفا رو در مورد مولوی هم زدن. خدمت درس کنم که خب این درس رو استاد به ما دادن که ما یه نگاه ظاهربین داریم. نگاه ظاهربین فقط ظاهر در واقع واقعیت صرف نگاه میکنه. اگر با نگاه ظاهربین نگاه کنی که شرک، ظاهربینی، ظاهر پرستی، اینا همه مظاهر شرک هستن، شرک خفیه حالا یا هر چی که هست. اما یه نگاه دیگه داریم، نگاه باطنبینه که شما وجه الله میبینی. هر طرف که نگاه میکنی به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. فعینم متولو و سم وجه الله. بله این نگاه وجه الله است که یک مردی، یک کسی که به دو بار به مقام مستجاب الدعوه رسیده، به مقام ابر انسان رسیده، چنان تششعی از عشق، از عشق الهی ازش ساطع میشه که وجه الله واقعی میشه. و وقتی این فرد و وجه الله میبینی، میتونی دورش بگردی، میتونی قربون صدقش بری. این فقط نظره. شما درسای دهه 70 رو میبینید بلدیم، ولی هیچی بلد نیست. اگر یکی بگه اوه مای لورد، اوه جیزز، یا بگه یا علی، این ظاهرشه. اگر علی رو وجه الله دیده باشه شرک نیست. بله. اگر علی رو وجه الله ندیده باشه شرک. اگر مسیح رو وجه الله دیده باشه شرک نیست. اگر مسیح رو وجه الله ندیده باشه شرک. ولی شما چه میدونید نگاه ظاهربین چه؟ شما در ظاهربینی، نگاه باطنبین چه؟ شما در ظاهربینیتون غرق شدید. شما اینکه تجسس میکنید در زندگی خصوصی آدم‌ها و دیگه به چنان زلالتی افتادیم که میگردیم ببینیم این کجاست، اون کجاست، این چیکار میکنه، چیکار، هیچ چیزی برای گفتن نداریم. خب همین میشه دیگه. اون وقت اون باید بشینه. از تو به حق رسیدم ای حق حق گزار من، اون مولانا. بله. همین درست شمس من خدای من، شکر تو را ستاده ام. بله. شمس من و خدای من. تو اگر نمیفهمی باید بگی مولانا داره شرک میگه. مولانا در شمس داره خدا رو میبینه، شمس رو نمیبینه. و خب اینا نفهمیدن دیگه، اینا در اینو نمیفهمی مهرامی جعفری. شما مهرامی میفهمی نه اونجا راستی جعفری این دفعه بنفش پوشیده، این گوریلنگوری شده. خیلی این گوریلنگوری چراغ جادو. آخه میدونی قول چراغ جادو هی میگه بیا آرزو تو شیطان دیگه، از یعنی زیر پرچم شبکه منفیه، هی میاد آرزوی تو رو برآورده کنه، ولی خودش اسیره چراغ جادو، خودش آزاد نیست. آره آزاد نیست. آره این خودش در اسارتش مونده. اینم قول چراغ جادو واقعا هم بهش میخوره. همین که حالا شما هم یه سیکی رو تخفیف داده بودی سوشیان جان، این تبدیل آره من بالای 150 کیلو یا بیشتره. دوستان به من تکست دادن که چرا به این میگی توده، اینم هم زباله 150 کیلو، این 180 کیلو. من واقعا نمیدونستم صدر. من عذرخواهی میکنم دوستان، این یه ذره دیگه تلاش کنه دیگه مرزای انفجار رو جابجا کرده دیگه، تموم میشه. تموم میشه. آره دیگه این آخر نئاندرتالا نمیرن دیگه، تموم میشن. آره
اینا تو همین حماقت خودشون موندن. چهار تا آیدی فیک هم دور و بری های لاس وگاسی میان با اسمای استادم کجاست میان اینا رو ساپورت میکنن. همینه دیگه. اینا وقتی هم که استاد بهش گفته تیپش مثل آدم شده میره گوچه‌ها کرایه میکنه بکنم، چون این آسوپاس هم هست دیگه، پول مزدوری ماشین کرایه میکنه، از تو ماشین میره ماشین کرایه میکنه، گوچه‌ها کرایه میکنه که یه وری تو ماشین وای میسته. حالا امروز هم گفتم قرار بیاد تو لایو اینا. ولی چیزی که جالبه اینه که میاد مثلا تعریف میکنه میگه من خیلی خوشحالم 250 نفر مثلا اومدن لایوشون، 250 تا فکر کنم 249 تاش بچهای مجمع هم قوام این چی میگه آره بیان علیه شاید بوده. این شهاب حتی خواهند هم به زبانش نمیچرخه. تو نمیدونم دیدی اون لایو یا نه، میگه ای خوراوند 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 میگه. این که خب این که اصلا تعطیله، این که تعطیله. حالا از کام برات بگم نمیدونم الان وقتشه یا نه یه شعر بذاریم. بذار من این در این آقای چیز رو این آقای دلغک مستجبور یه چیز میخوام بگو. من اون دفعه گفتم البته به قول شهرمسته مفید که با هیچ لباس فاخری خرک مفخر نمیشه. این هی تلاش میکنه، این چون دهانش رو که باز میکنه دیگه معلومه چی کار است. چیزی که جالبه در مورد این آدم اینه که پروژه فکرسازی دیگه تموم شد، شکست کامل خورد. حالا دیگه هر چقدر بیاد بگه فلان، اینا رفتن رو همون سیستمی که حالا دیگه بگن مثلا دور از استاد تورنتویی و استاد تغییر کرده و استاد اینم تموم میشه تا دوباره فتنه جدید بخوام ببینیم چی رو. ولی ظاهرا مثل اینکه توبیخ هم شده از سیستم های امنیتی، یه مدتی گفتن حق نداری بری پشت پرده وایسا، حالا از اون پشتم واسطه مثلا دیدن جواب نمیگه گفتن مهرهاشون رو عوض کنن. آره حالا گفتن فعلا بذار از صفحه اینا پخش بشی تو خرابکاری کردی و مهمون میاری مهمونت هم میگه فیک نیست و مهمونم میگه فیک نیست. خب حالا من یه مدتی فکر میکردم که این خانم اورنب همسرش چی میکشه از دست، گفتم چه جوری با این آدم زندگی میکنه، یه آدمی که یا مست لایعقل دلغه که نمیدونم از این ماجراست. بعد یه جوکی افتادم که یارو رو برده بودن جهنم، یه گفتن خودت انتخاب کن چه عذابی میخوای، نه که یه آتیش داغه یه جو سور به مزار به یه جو چیز دید این منری مونروه هنرمند معروف آمریکایی، یکی از این رئیس جمهورهای ایران هم بغلشه. و من اینو میخوام، گفتم نه این عذاب مری مونروه مال تو نیست، عذاب اقربه. من گفتم شاید حالا اینم عذاب خانم اوره نه دیگه، چون شاگرد رزموبر بود گرفتار این رو انتخاب کرده بود. چی تمام چیزایی هم که به این یاد داده از این یاد گرفته دیگه، از خانم میشه چیزی هم که بلد نیست، همه رو غلط قلوت میگه. آخه این جز ویسکی در زمین چی دیده قبل از اینکه بیاد با این رو. حالا موقعشه که اینم بذارم برات که ببینی این کسی که اینا میگن که به به ما داریم فیض میبریم از شعر خوندن تو اینا، همین آقای شاولین مهران از دست دادن آره. این تیکه رو من دوست دارم بشنوی، شعری از صاحب تبریزی رو داره میخونه. هجله ناز است رخت پرده نشین. من دوباره میذارم اینو که این حیفه یه بار آدم این شعر رو رچ ببینیم که گرچه در هجله ناز است رخت پرده نشین. گرچه در هجله ناز است رخت پرده نشین. گرچه در هجله ناز است رخت پرده نشین. بعد حالا شور من شعر رو اصلشو بخونم که دوستان با آگاهی ببینن این دیوانه چی میگه. گرچه در هجله ناز است رخت پرده نشین، شور هر انجمن از انجمن آرایی توست. حالا سوشی آجان اینو بشنو. گرچه در هجله ناز است رخت پرده نشین، شور هر انجمن از انجمن آریایی توست. انجمن آریایی توست. انجمن آریایی توست. انجمن آریایی رو نمیدونم. انجمن آرایی از اینا انقدر داره، از اینا انقدر داره. من نمیخوام وقت لایو بگیرم، هر وقت خسته شدی بگو یه بیت دیگه شو بزن. دیگه هم بذار روش کنیم. نه میخواد ببین میزان
این آدمی که میاد ادعا میکنن که استاد مرنامی استاد مرنامی، بله ببین چی میشه. حالا یه عالمه دیگه داره، بابا من یه عالمه درآوردم ازش دیگه. حالا خانقاه میگه خانگاه، بله دیدی که چنیدی که ها میگه خانگاه، تفویض رو میگه تنفیذ دیگه، تنفیذ میگه دفرمیشن میگه. این هم آقای لاس وگاسی میگه اینا از روش محمد صلی الله استفاده میکنه. بله توهین میکنه. آره من صداشو دارم. صداشو دارم، اینو میذارم صداشو بعد. آره در دست الان پسر پیداش کنم یه دفعه. گلا، سه شما توضیح بده. آره من یه چیز دیگه تا شما اونو پیدا میکنیم بگم. یادم که این برگشت به متین توهین کرد، چون متین رو ما آوردیم تو لایو، شروع کرد هر چی از دهنش در اومده گفتن، یه تیکه هم گفت این متین بنده خدا آقای رهنمای عزیز گفت از پاریس به لیون با دو شرخه رفته که نمیدونم چیکار کنه. گفت با کوتر موتوری از پاریس رفته لیون، مثلا یه خانوم میره ببینه. سوشیان جان این مسیر پاریس تا لیون یک روز و یک روز کامل با دو شرخه راهه. آره دروغ میگه، بلد نیست درست دروغ بگه. آخه تو مسیر رو ببین. آخه متین جان خودم بعد میگه برگشته، رفته برگشته. یعنی هم رفته هم برگشته. یک روز مسیر نمیدونم دوستان میبینن. یک روز و دو ساعت راهه. 26 ساعت راه با دو شرخه. با ماشین 7 ساعت و 16 دقیقه راهه از پاریس تا لیون. بله. آخه یه چیزی دروی دروغی بگو بد نامی که قابل باور باشه و پرت و پلاهایی که میگی. یه پرت و پلاهای دیگه هم گفته بود سوشیان جان تا اونو پیدا کنی، که به ما گفته بود که آره سروش آمده از وقتی استاد در زندان بوده گفته که هر... یعنی این دروغ نیست، این خودش رو رسوا کرده اینجا. حلقه استفاده از انرژی چاکراها رو گفته استاد اعلام کردن برای کسایی که در اعتصاب قضا. بله بله من من باند رو برم بیارم صدا بلندتر بشه. باند یه لحظه بیارم. من اینو بگم، این حلقه توسط استاد طاهری اعلام شد، هنوزم برقراره دوستان مجموعه. حلقه استفاده از انرژی چاکراها اتفاقا برای اونایی که تو زندانهان اعتصاب قضا میخوام بکنن، میخوان کمتر بتونن، میخوان بیشتر بتونن قوی بمونن و کمتر نیاز به قضا داشته باشن، هم مؤثره و ارتباط عام اعلام شد. بله مهنامی بازم دارم میگم. آره میخوای تکرارش کنی؟ تکرارش کردم برات. یعنی تو قدم اطلاعات نداری که اخبار درست مجموعه رو به عنوان خبر فیک داری مطرح میکنی. حالا اگه آماده شد بگم بذار برامون، اگه نه من بازم از سوتیاش بذار تا من اینو آمادهش کنم. آره حالا تا من شما اینو آماده کنی، یک چیز دیگه هم که مطرح میشه بحث توهینیه که این کیوان شکوه به خانوم ها کرده. نمیدونم اونجا رو شنیدی سوشیان جان یا نه؟ بله بله. میخوای اونو بذار؟ آره اون تیکر من بذارم که این بیادب چجوری داره در مورد خانوم ها توضیح میده و صحبت میکنه، بدون اینکه با کیا طرفین دوستان، با چه آدم. صدات یه لحظه قطع شد، اگه صدای منو میشنوی. من صدام الان قطعه یا داری؟ آه نه خوبه خوبه. خب. و ساختار بیرون. خب بذاری من اینو بزنم از اول. شما میدونید که زنان به خاطر سازمان و ساختار بیولوژیکیشون بسیار بسیار حساس هستن و خب از اونجا که رو پله عشق هستن و خب باز از یک منظر دیگه وقتی نگاه میکنیم خانمایی که معمولا یا مجرد هستن یا متارکه کردن، اینها لایه آسیب پذیر یا قشر فروپاشیده اجتماع هستن. میگه خانومی که جدا شده قشر فروپاشیده اجتماع است و برای همین اومده در این کلاس‌های ما شرکت کرده. ببین چقدر احمقه که 50% همین مخاطبای الان ما که خانوم هستن رو داره توضیح میده، داره توهین میکنه با بی‌ادبی تمام. شکست خوردن و اینها آماده هستن تا در حقیقت در مقابل یک ماجرای احساسی دیگه اینقدر این آدم، این بشر احمقه که ببین ذهنشون همش تو این چیزا میگرده ها. ذهنشون همش در این ماجراها میگرده. نمیدونم
تصویر چیزو داری نشونمون بدی؟ تصویر مونیتور این شاولین بدنامی رو داری؟ من یه سوال دارم، این shag.co.uk چیه سوشیان جان که تو مونیتور شهاب بدنامی ما دیدی؟ نه این بذار من توضیح بدم. این در واقع این داشته تخریب میکرده یه نفر، حالا چقدر درسته چقدر غلطه، فیکه فیک نیست من نمیدونم، میگفته اینو میرن مثلا تو سایت های نمیدونم از این سایت های ضد اخلاقی و این حرف. بعد درست سمت راست مانیتورش یه سایتی هست به نام shag.co.au shag.co.au ببخشید shag.co.uk من میگم استرالیایی UK. من مثلا کنجکاو شدم ببینم چیه، از این سایت های دوستیابیه، این است که همه سرش توی این سایت هاست. دوستان برید نگاه کنین که کسی که این مکرالله را کسی که میره در زندگی داره شهرنجیمیار. من دوباره بگم اینو که این ثبت بشه، امیدوارم صدا تو خوب شنیده باشم. shag.co.uk گوشه تصویر این آقای بدنامیه، سایت دوستیابیه، این همینجور که داره با شما لایو برگزار میکنه گوشه تصویرش درگیر دوستیابی هم هست. خب بند خدا تنهاست، هی باید دوست پیدا کنه از این سایت ها دیگه. حالا بعد میاد اینا الان صدای این آقای مستجنپور رو بذارم. واقعا چقدر جفا کردن به مردم و ولی خب الان ها اون ور قضیه هستن، ما این ور قضیه، و دقیقا نشون میده که هوشمندی دست همه رو باز گذاشته که همه با خودشون روبرو بشن و از اینجا گوش افراد دردمند مخصوصا تو این راه بشیم، افرادی که به هر حال تنهان، افسردن، دردمندن، بیمارن و به روش محمد صلی الله خدا رو نشون بدیم و یواش یواش مسائل دیگه موتور و چیزا خیلی جای تنست. در واقع متین که با موتور اسکوتر رفت میگه ما موتور اسکوتر رفته، میگه به روش محمد صلی الله علیه و آله به پیامبر تو این خب این شخصیتش رو میتونی نشون بده. اما ما قبلا هم گفتیم اینا آموزه های دهه 80 هم به سخره گرفتن، اینا دروغ میگن که ما دهه 80 رو قبول داریم. الان من یه تیکه دیگه، حالا که این صدا این آوردیم، اینو یه تیکه دیگه براتون بذارم ببینید دهه 80 رو مسخره میکنه. خب از اینجا گوش کنید دوستان، دوستان رو متوقف کنه و معرف این را بودم. من حالا رود درازی نکنم، سخنم رو کوتاه بکنم. این که من نیستم در کنار این دوستان چندین دلیل داره. یکی اینه که نیاز نیست من باشم، همه زمان هم بعضی رفته نیاز نیست من باشم. الان ببینید من تو ماشین گیره بود. نیازی نیست من باشم، بخواد این که اینا دارن بهتر از من اجرا میکنن و ارائه میکنن. دوم سخت زمان و سوم اینکه ماجرا قرار نیستش که هم هر کانالی رو نگاه میکنن ولی کو رو ببینن، قراره که افراد دیگه قرار اینجا بیان استاد کیوانشکوه رو ببینن، قراره بیان استاد کیوانشکوه رو ببینن. یعنی من بیشتر همین رو میخوام که همه باشن، همه خودشون رشد کنن، مستقل رشد بکنم، مستقل ارائه بدم، نه این که مثل دهه 80 یه استاد طاهری داشته باشیم همه بیفتن دنبال اون فقط سخنگو باشه. خب پس چه رشدی شده؟ پس چه دهه 80 که خودش رو رسوا کرد میگن ما دهه 80 نه مثل دهه 80 یه استاد طاهری داشته باشیم همه بیفتن دنبال. زهی خیال باطل ولی پور آیلا که میگی تاریخ عرفان حلقه رو آزمی خواه دارن عوض میکنن، ما تاریخ عرفان حلقه رو حفظ میکنیم. آیلا ما سیانت میکنیم از همه آموزه هامون و گندایی که شما میخواییم بزنین داریم به خودتون میزنیم. خیالت راحت باشه، اسم تو تو تاریخ میمونه، مطمئن باش، خوشحال باش. اسم تو، اسم اون شوهر معتاده، اسم ولی پور، اسم این شهاب مهرنامی، اسم اون جعفری قول چراغ جادو، اسم همه تون تو تاریخ میمونه ولی جزء سرکردگان زیر پرچم شیطان میمونه.
حالا جعفری میگه که تاریخ رو ما میسازیم. بله شما در تاریخ عرفان حلقه به عنوان ننگ و عنوان خدمت و خوار پاییدی و همونطور که همونطور که طلحه و زبیر مونده، همونطور که امرؤاس مونده، همونطور که یهودا مونده، همونطور که پتروس انکار کننده مونده، اسم شما هم در تاریخ قطعا میمونه. متاسفانه این ننگ ابدی هم هست، مگر اینکه بخوایم به نوعی برگردیم. سوشی آنجا در یک جای دیگری از چرت و پرتاش این شهاب گفته بود که، و اون آقای گندبک هم تاییدش کرد که اینا استاد طاهری حال رو نشونت بدم از رو مونیتورم، این اطلاعیه امنستی اینترنشنال، نمیدونم دیده میشه دیگه. بله. و در این اطلاعیه به وضوح سازمان عفو بین الملل امنستی اومده گفته که آقای طاهری اینجا داره میگن دیگه، اینجا بله دارن میگن که بذارید این کپشن بره کنار. After which he fled the country یعنی از کشور گریخت. بله اینجا به وضوح داره امنستی اینترنشنال میگه از کشور گریخ، مگر اینکه تو این بیانیه ها رو هم بگی کاره. حالا صدای این آقای الله یاری که در واقع فوت کردم بذاریم، البته خب خدا ببخشه، این صدا رو هم گوش کنیم. الله الرحمن الرحیم، از این بعد بد کاری کن که بیاری خداوند متا هر شیطان انسی که به الله تعالی متا و قرآن کریم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام توهین کرد احساس امنیت نکند و همانند سرکرده فرقه ضاله حلقه مجبور شود که از کشور عزیز ما فرار کند. و السلام علیکم و رحمت الله. که دیگه خودش جزء بهداشت معنوی دیگه. اگر استاد قانونی رفته بود که لزومی نداشت بگه. این همون فردی است که آقای بدنامی رفته تو گروهشون و باهاش پیمان بسته که استاد دور از جون مثلا از بین ببر. این همون یک صحبت دیگه هم بود از کسانی که بیرون، یعنی اصلا اینقدر این خبر پخش شد و اینقدر مشخصه، اصلا اینا دارن زورای آخرشون رو میزنن، از دروغ بافیاشون و از پرت و پلاهاشون معلومه سوشان جان. و هیچ راه به جایی هم نمیبرن ها، یعنی هر چی بیشتر حرف بزنم ما بیشتر محتوا داریم که علیهشون بگیم. حالا اینا در مورد جسم خارجی که در گوش استاد بوده میان اینو مسخره میکنه و میگن که اصلا دروغ بوده، همچین چیزی وجود نداشته. و این آقای جعفری قول چراغ و جادو یاد میگه که هیچ حلالزاده ای هم اینو ندیده. حالا من میخوام یه قسمتی از صدای زنده یاد مسعود مولوی و زنده یاد زم روح الله زم رو بذارم. اینا هر دوشون چیزای خبری داشتن و اطلاعات زیادی داشتن از داخل ایران. این صدا رو با هم گوش کنیم. مدیر فارغ گرد این قضیه ترور بیولوژیکیش حد کامل داره، یعنی تو این ادعای عصبی چه تاییدش رو بگیری، ادعای خیلی ها میتونی تاییدش بگیری. آره اون رو گرفته احتمالا این هفته تو برنامه جمعه بیان میکنی. ما این توی رفتن داریم؟ نه ما داریم. این رو هم تو برگی پدشمانانیش هست و برای پدشمانان که تایید کرده که این جسم خارج از گوشش در حالی دو سال از گوشش عکس برگه رو. حالا اینجا دارن توضیح میدن که این هست. حالا به جز این موضوع استاد طاهری و شیمیشون کردن ترور بیولوژیکی با گذاشتن جسم خارجی در گوشش. حالا من میخوام خدمت درس کنم که توییت خانم طاهری رو یه بخشش رو برات بخونم. بله تو خواهد بگو خانم طاهری کیان. خانم زینب طاهری که در واقع وکیل استاد بود. حالا نوشتن که در تاریخ 18/2/97 یک جسم لاستیکی دایره‌ای آبی رنگ به قطر 5 میلیمتر و ضخامت 6 میلیمتر که باعث زخم شدن ناحیه داخلی گوش استاد
محمد علی طاهری و احتمالاً انتقال آلودگی رادیواکتیو یا سمی به بدن شده از گوش وی خارج شد. پزشکی قانونی احتمال ترور بیولوژیکی وی را محتمل دانست ولی بررسی نکرد. این مال اون موقع بوده. در اون موقع هم آقای خسروی که الان هم روح الله زم هم خدا رحمتشون کنه اشاره میکنن هم میزنن که تقریبا مدت 2 سال است که آقای محمد علی طاهری از عارضه گوش خود شکایت دارد و اجازه درمان به ایشان داده نمیشود و در این چند روز مرخصی با مراجعه به پزشکی قانونی و پزشکان متخصص از گوش چپ ایشان جسم خارجی بیرون کشیده شد. این هم که ایشون میگه هیچ حلال زاده ای ندیدن، اتفاقا حلال زاده ها دیدن، حرامزادگان نست. این هم راجعه به این که نخواستن ببینن، یعنی اینا هرچی که میگن خودشون رو رسواتر میکنن در واقع. هیچ دیگه بریم به کجا رسیدن که دارن راجعه به جسم خارجی در گوش تازه مال اون موقع صحبت میکنن. هیچ حرف جدیدی برای گفتن ندارن. در مورد اینقدر اما موضوع در مورد این حدیل فرادرمانگاه آنلاین هم که گفتن من یه روشنگری بکنم بس. اون دهه یک صفحه در فیسبوک بود فرادرمانگاه آنلاین، آیدی فیسبوکی بود که الان اسمشو من یادم نمیاد، ما میخواستیم بریم زندان، نمیدونم یادته یا نه سوشی آنجا، از چند روز قبل از اینکه ما رو بگیرن هی میومد میگفتش که مراقب باشین نگیرنتون فلان کنی، هی داشت چیز میکرد و خیلی هم از خانم نیرومنش بعدهای حمایت میکرد اتفاقا. بله هی یک ماجرایی آیدی یاهوی منو اینا تو زندان اوین گرفتن و پسوردشو عوض کرد و تو یکی از بازجویی‌ها که من همش میگفتم و از آیدی من ایمیل میزدن به افراد مختلف با اسم من که من اومدم این تکذیبیه تو فیسبوک هم نوشتم و تو بازجویی میگفت هر هر میخندید میگفت چقدر خوبه چقدرم خوب جوابتو میدن، گفتم با پسورد منو بدید. من سوال امنیتی به آیدی یاهومو یادم نمیومد چیه، پسوردمو نمیتونستم برگردونم تا اینکه یک دفعه من در یک موقعیتی من اون سوال امنیتی جوابش یادم اومد، رفتم پسوردو زدم دیدم اه به 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 اون آیدی کسی که این صفحه ادمین فرادرمانگاه آنلاین هم بود و میومد به ما امید میداد چی میکرد، بازجویی در اومد که صفحه منو به نوعی اومده بود ایمیل دوم گذاشته بود، آلترناتیو ایمیل گذاشته بود که نتونم من برم، کاملا لو رفت و بعدم که به روش دوستان آوردن اصلا محو شد از فیسبوک. بله سالها ادمین فرادرمانگاه آنلاین بود، میومد میگفت برای خاله منم اعلام کنین، برای عمه منم اعلام کنین، به همین شیوه ولیپور و نمیدونم اون الماسیم و اون دوتایی که اونورن و بقیه شون دیگه همشون به همین شیوه شهاب میومدن خودشون رو نزدیک میکردن و بعد سعی میکردن ضربه بزنن. بله دقیقا این اتفاق رو من تایید میکنم، اسم آیدی هم هست، همه مشخصاتش هست. حالا چیزی که جالبه تو این چیزایی که داره گوشیشو نشون میده این شهاب، یه قسمتی نشون میده که داره به من مثل این که میگه که من خودم ادمین فرادرمانگاه آنلاین هم بودم. اینم نکته قابل توجه. خیلی جالبه دیگه. بله همون دوره ایشون مثل که با همون دوره اونجا بوده، تو بهداشت معنوی هم که بوده و خانم بهارین هم که تردید کرده، بعد به ما میگه امنیتی، پدرش هم که بازنشسته به زاد اطلاعاته. این قبلا گفت بله. اما ماجرای بعدی، دروغ بعدی که جعفری میگه، اینو آقای عرفان قهوه‌خونی میگه که مجوز کلاس استاد که در ایران داشتن، حالا در کلاس گاندی مثلا زده بودن رو دیوار، این مجوز سازمان ملی جوانان بود. درسته که این دروغ. مجوز اصلی استاد به نام شرکت روزنامه رسمی روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 12 شهریور 85 تحت شماره 2015 که اطلاعیه‌اش خود استاد گذاشتن تو صفحه تلگرام استادم هست، این مؤسسه فرهنگی هنری عرفان کیهان حلقه در واقع به ثبت رسیده، یعنی شرکت اونجا به ثبت رسیده که در حوزه آموزش و ارائه خدمات آموزشی و نمیدونم انتشار کتاب و این ماجرا فعالیت. اما چند ماه بعدش، حدود 4 ماه بعدش، 11 دی 85، به اصرار بچه‌ها اگه یادت باشه اون موقع گفتن خب یه امکان دیگه هم هست، میشه از مثلا سازمان ملی جوانان هم یه مجوز دیگه گرفت. با اون جو اختناقی که در ایران بود، مثلا گفتن خب حالا بگیر داشتنش که ضرری نداره.
گرفتن و این مجوز رو هم گرفتن 4 ماه بعد. هیچ وقت هم این مجوز به کار نیومد، یک سال بعدم باطل شد. بله. ولی شرکت همچنان سر جای خودش باقی بود. یعنی در واقع کلاس با ثبت قانونی به عنوان شرکت رسمی داشته فعالیت می‌کرد. اصلا اون موقع این جوجه تو کلاسا نیومده بود. این اصلا کلاسا که 90 خورده ای اومده. اینا 90 سه ماهی بله. سوشیان جان راستی بذار من همینجا این پیام هم بدم که تو 6 میلیون علاوه بر همه پولایی که خوردی 6 میلیون بدهکاری هنوز ما آمارشو داریم. آره. چند ساله که به بهونه چاپ لوگو چاپ آینه عاشورا به اون بهانه 6 میلیون تومان ندادی و یه بنده خدایی برای اینکه بتونه مثلا آبروداری کنه سعی کرد از خودش بذاره 6 میلیون تومان تو هنوز بدهکاری جعفری. این رفت جزء همه اون پولای حروم خورید که به نوعی صحبتش هست. ما همه این خبرها به گوشمون میرسه. ضمن اینکه اومده سوشیان جان اومده قصه خودشو گفته، اینا همه کپی میکنه. آی من در خیلی وادی ها بودم، در سال 78 یک آگاهی برای من اومد که من متحول شدم. ببین اینا چقدر کپی پیست های ضعیفی میخوام بکنم. و از اون به بعد من 78 آگاهی بعد از اون به بعد خدمت، حالا یه لیستی از اسامی رو میاره که رفتم سراغ این طلبگیشو کردم، شاگردی کردم. میگه که من اسم اولی که میاره میگه سید مهدی دستقه. بله. حالا سید مهدی دستقه تولیت آستان کجا بوده؟ شاهچراغ. تا وقتی زنده بود مسئول شاهچراغ. و وقتی این آدم فوت میکنه تمام نظام جمهوری اسلامی بهش تسلیت میده. بله. شخص رهبر جداگونه بهش تسلیت میدن. به خانواده همونا بوده دیگه. خب تو هم مکتب بوده دیگه. وقتی ما میگیم که این سیاره که همشون تلسم نویس هم بودن یه سریشون. بله بله خیلی یار اسم میاره و من بله. مثلا میگه پیش آقای بجد بودن، پیش این بودن، پیش اون بودن. بالاخره تو از یه نفر این وسط این عرفان قدرت رو یاد گرفتی دیگه. عرفان قدرت تو از یکی از اینا. و میخوام بگم اینا این عارفا بودن، عرفان نظری میدادن، عرفان عملی میدادن. بله. عزیز من عرفان نظری که اینا درس میدادن همونی که تو یاد گرفتی. عرفان قدرت بوده، عرفان عملی هم در کار نبوده جز همین کاری که تلس میکنی و ذهن آدم ها رو میخونی و توهین میکنی با آدم ها، اینا رو یاد گرفته بود. یه امیدی برات بوده که درست بشی بیا تو عرفان حقیقی که اون امید هم دیگه الان دیگه حداقل وجود نداره. پرید رفتی به قهقه. بله سقوط سقوط در حال سقوط کردیم همتون رفتیم به قهقه. با کله داری سقوط میکنی. آی لاب احسان حالا هی بشین بباب، هی بشین برای خودت بافتنی بباب که استرساتو خالی کنی. هنوزم توی لایف باز دوربین میروش داره میباب، کاموا میبافه. من رو چرا کاموا میبافه؟ اینا همشون دارن میبافن، یکی کاموا میبافه، یکی پرتوپلو سلام میبافه. و همینطور همونطور شهاب مهنامی بلد چطوری لو بده خودشو شیطان، همونجوری که اون آدرس سایت دوستیابی از تو صفحت میاد همونطوری اومدی صفحه زد، صفحه 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 زدی رو صفحه گوشی موبایلت دور کند. ببینی خیلی نکته های جالبی داره. یکی از نکته هاش سوشیان جان چتش با استاد طاهریه، چون مدعیه که من سالها استادو میشناسم. تو چت هایی که خودش داره لو میده استاد در سال 2019 فرمودن من از اون پولای همون موقعی که سروش جان همون موقعی که به ما التماس میکرد منو با استاد آشنا بکنیم من آره. شرمنده این التماس کرد من به استاد وصلش کردم. التماس از چند سال اولین در واقع اولین باری که با استاد مواجه شد تو همون زومی بود که هممون بودیم. اون شریکشون هم از آمریکا بود. بله بله اونجا بود. بهش مسیج زده در سال جولای 2019 من از آشنایی با شما خوشبختم. خوشبختم نشون دادید. این تو این چیزی که داره نشون میده این حکر الله که میگه من از 2018 میگه در زندان که استاد بود با استاد صحبت میکردم، از شخص استادم وکالت دارم. یعنی همه دروغاش چون پشت سر هم میبافه و این گوشیاشونه که جابجا میکنن خیلی چیزا توش در میاد. آره حالا از این به بعد حواسشون بیشتر هست، ولی حتی اگه حواستون به گوشیتون بیشتر باشه دوم خروسی رو میزنه بیرون. تو صحبتشون خودشون رو لو میدن. یه جای دیگه میزنه بیرون. اصلا نگران نباشین، انقدر مدرک داره از طرف دوستان علیهتون میاد که ما واقعا نمیدونیم کیو بیاریم لایو. انقدر مدرک داره از طرفتون میاد. بله اینا خرابکاریشون یکی دوتا نیست. یکی دوتا و اصلا خب چیزی که جالبه اینه که اینا همین پنجتا موندن
حالا یکیشون هی میره یکیشون هی میاد، نمیدونم اون چه سیاستیه. اونم که اون تئوری که اصلا کلا دیگه تئوری فکر بودن کلا شکست. اما موضوع اینه که وحدت بچه‌ها، وحدت مجموعه روز به روز داره بیشتر میشه. مثال زدن اینا از این یک پارچگی و یک دست شدن مجموعه ناراحتن. یه جایی آیلا برمیگرده میگه که شما وقتی میان گزارش درمان میدین از استاد تشکر میکنین، در واقع بیماریتون برمیگرده. چون ما تو درس ها داشتیم که نسبت دادن درمان به هر چیزی جز هوشمندی این میشه ناسپاسی. این نمیفهمه که کسی که از مخلوق تشکر نکنه از خالق تشکر. ما داریم از روزی آسمانی استاد استفاده میکنیم درمان میکنیم. اینا رو نمیفهمه یا نمیخواد بفهمه. چجوری درست جای داریم همه سال این اصلا امانت نفهمیده. و میگه که شما بینشتون و از اون طرف آیستاده قضاوت میکنه، میگه شما بینشتون هم اصلاح نشده. بله. این کیوان هم جالبه، میگه که استاد هیچ وقت علیه دشمنانش از یارکشی و لشکرکشی استفاده نمیکنه. یعنی خودش فهمیده استاد... که دشمنی حقیقی علیه دشمن، یعنی داره اعتراف میکنه ما دشمنیم، خودش متوجه شده که دشمنه. اینا در کلام بله کلامشون جاری میشه. اینا آره پرت و پلاهایی که مثلا اومدن گفتن که مثال مهدوی فر و آقای مهدوی فر رو آوردن زدن و گفتن استاد بعد از اینکه با مهدوی فر نمیدونم چه شد و مسائلی اومدن مانیفست رو نوشتن. تاریخ مانیفست گفته اینو شهاب بود. تاریخ مانیفست کی بوده؟ آره این که استاد اصلا یک سال قبل تقریبا مانیفست، من تاریخاش یادداشت کردم بذار بخونم. اولین باری که استاد پیشنویس مانیفست رو میدن اکتبر 2022. خب بعد شروع انتخابات مهدوی فر فوریه 2023، یعنی اکتبر ماه 10 تقریبا دو ماه اونجا دو چهار ماه بعد و اون جدل ها هم از مارچ و اپریل 2023 شروع میشه که در واقع حالا چه ماجرای اتفاق میفته اینا. اتفاقا من خیلی خوشحالم اگه بخواین مهمونش بیارن، خیلی حرف برای گفتن داره اگه مهدوی فر رو بخوام به عنوان مهمون بیارن. حالا به حرفا رو میذاریم برای فقط میخواستم بگم که شب دارید دروغ میگی و دروغ به هم میبافی، ولی خب اینا در تاریخ ثبت میشه. تمام اون چیزایی که تو تصویر نشون میدی، تمام صحبتایی که میکنی در تاریخ، اینا همه ثبت و ضبط شد و همه میمونه. حالا هی شاخه شاخه میریم، هی از این و میریم اون و از اون و میریم این و بذار من این دوتا رو نشون بدم. این دوتا پرداختی های آقای شهاب مهرنامیه به من. چقدر سوشیان جا؟ چون من $150 به فاصله 2-3 ماه به من پرداخت کرد. یعنی $300 به شما داده؟ نه، تمام مبلغی که هیچ مدرکی دیگه هم پرداخت نکرد. چون اگه داشت تو اون لایوی که علیه ما نمیدونم یه سال دو سال پیش داشت میذاشت، من تمام نشستم بودم نکنه واقعا پول داده. بازم نشستم 10 سال پیپل، چون از طریق پیپل میداد. پیپل هم چک کرده حتی قبل از شهاب مهرنامی تا امروز. نه این فقط $250 به من. البته اونجا نشون میده $155 از حسابش کم شده. درسته $5 که کارمز کم کرده، ولی اون چیزی که من دریافت کردم $150 بوده. اینم ایمیلشه که زده شهاب. میگم الان خدمتت میگم shahab.mehnami@outlook.com $250 داده که هر دوشم سال 2020 بوده. این حالا خب چون پول نداشت و من باش راه میومدم و اینا، دو ترم همونطوری که قبلا گفتم در ایران گذرونده در کلاس شرک غرب من، از ترم 3 به بعد اینجا با من گذروند. یعنی شما از ترم 3 تا ترم 8 حساب کن میشه 6 ترم. سایمنتولوژی رو هم پول نداد چون نمیدونم 3 جلسه بود. بعد از اینکه استاد دست میداد ما 3 جلسه برگزار میکردیم ماکسیموم، یا 2 جلسه 3 جلسه برگزار. یعنی مستری که قبلا گفته بودم هیچ پول نداد. من گفتم ما پولای مستری رو جمع میکنیم میفرستیم برای استاد. مستری هم نداد. یعنی 10 ترم مستری بوده، 7 ترم هم اینجا بوده. یعنی ترم 3 تا 8 به علاوه سایمنتولوژی میشه 17 ترم. این بابت 17 ترم $300 داده، یعنی یه چیزی زیر $20 داده. عجب. زیر $20 پول داده. بله زبونش هم دومه درازه. من میکنن چانتاش کاری میکنن، میگه بازم بوده بازم بوده، الان من الان بازم بوده، جلوترم هست الان میارم بعدا میگم. مثل این که آره مثل اینی که مثلا میاد هم داره چتاشو به استاد نشون میده از موقعی که
با استاد ما معرفیش کردیم، خب یه سری چت با استاد داشته. استادم که نحوه ادبیاتشون همیشه سپاسگزارم و قدردانم و دعاگو هستم و طلب خیر دارم. نه مشخصه استاد یک سیم قدم برداره، استاد سالها ازش تعریف. اما چیزی که جالبه میگه اون پایین چت هم نشون نمیده، اون پایین چت هم راجع به جعفری دارم صحبت با استاد راجع. خب بیا نشون بده اگر با جعفری صحبت کردی راجع استاد چرا نشون نمیدی؟ چرا اینقدر دروغ میگی؟ چرا اینقدر ذاتت دروغگوئه؟ نه این دیگه رفته، چرا اینقدر ذاتت پلسته؟ بله اون هم به همین اندازه که این دروغگوئه، اون جعفری یاوه‌گوئه سوشیان. آره اومده میگه که... اومده میگه سروش اسنپ دکتر کار میکرد، من اسنپ دکتر کار میکردم. اسنپ دکتر یه جاییه که من پزشک پروانه پدافدا و میدونی چی شد جعفری؟ تمام سالهایی که من اسنپ دکتر کار میکردم، تمام سالهایی بود که من ده ها صد ها و شاید هزاران بیمار کرونایی رو داشتم کمک میکردم با اسنپ دکتر. ویزیت 50,000 تومانی هم که تو میگفتی دروغ محض، ویزیت اسنپ دکتر نه 20 خورده ای بود، چقدر بود؟ و فقط یعنی من صبح تا شبم تو کرونا داشتم و داشتم کرونایی درمان میکردم. بله من یادمه چقدر معرفی میکردیم، هم ارتباط میگرفتم، چند نفر رو با همین اسنپ دکتر زنگ میزدن بچه های مجموعه از فرادرمانی میگفتم و میگفتم که من فکر میکردم که اینا ضبط میشه تو اسنپ، ممکنه بود ضبط بشه، حالا هیچ مسئله هم نشود، نبود. اتصالشون میدادیم، ساعت میدادیم، چه کار میکردیم و خدا رو شکر که چقدر بهبود پیدا کردم. بله من یه بخشیم عبادت به جز خدمت خلق نیست و داشتم اونجا انجام میدادم، بهش افتخارم میکنم. تو چه کردی؟ تو در زندگی این همه سالت که اینجا بودی و 180 کیلو به وزن خودت از این هستی گرفتی، چه بازتابی به این هستی داشتی؟ من میگم چرا کردی؟ کتابای استاد رو تعریف کرده، چاپ کرده، فروخته، پولش رو خورده، پول مردم رو خورده نداده، با پول مردم رفته ویلای شمال اونجا باز خودش یه هفته اشغال کرده، این کارا رو کرده دیگه. تو قهوه خونه رفته، عرفان رو برده تو قهوه خونه و موضوع عرفان قهوه خونه رو ثبت کرده که سپا بیا تو روزنامه‌اش عرفان قهوه خونه ای رو ثبت کنه و خلاصه دیگه هر کاری از دستش می اومده برای تخریب عرفان کیهانی حلقه کرده. آخرش هم با مهلتی که این همه مدت استاد بهش داد ولی نخواست برگرده اخراج شده. تو اخراجی هستی و هیچ حق و حقوقی دیگه در مورد مجموعه نداری. میگه ما اومدیم اصلاحات بکنیم. چی اصلاحات؟ از اونها تو اصلاحات خودت اصلاحات کن. تو روز به روز که میگی بهسام، امثال بهسام و کیوان شکوه، امثال جهانگیر، امثال الماسی و نسیم، شما دارین؟ جهانگیر چه؟ جهانگیر الماسی بازیگر بود. این چیه الماسیه؟ الماسی و نسیم شما. حالا اون امانت دار زن چیزم قبلا گفتیم، زن الماسی هم فامیل کیوانه. بعد اینا درگری میگه رو ولی پور با اینا مثلا بعد بیرا میگه، اینا همه با هم در ارتباطن. بله خیلی شب چیزایی مسائل دیگه ای هم هست، مثلا یه ذره ابتکار به خرج بدن سوشیان جان دیگه، اینا این روشاشون لو رفته. نه خلاقیت که ندارن اینا، که خلاقیت ندارن. نه فحاشی میکنن و میگن. ولی شعر خوندنتون رو ادامه بدین، ما خیلی علاقه به شعر خوندن. آره واقعا یه بخشی از لایو های ما میتونه به این اختصاص داده بشه. آره این خیلی دقت کنه، باز واعظان تین جلوه در محراب و منبر میکنن، هم گفته واعظا واعظا واعظا، یعنی انگار ندا، کلمه نداست، میگه واعظا تین جلوه در، اینو کلمه نداست. آره خدمت رو کنم که خدمت رو درس کنم که آیلا یه جا میگه که ما میخواییم امانتدار این مجموعه باشیم. توی اون تدریس کیوان دیدین که ازش رفرنس میخوان نمیده، میگه من نمیدونم منظورشون داره، صداشو گذاشتیم دیگه. آره من نمیدونم منظورشون رفرنس چیه، منظور شما از رفرنس چیه، یعنی تو نمیدونی، صدا واقعا نمیدونه رفرنس چیه، من نمیدونم. خب اون ولی به هر حال از اون بعد نباید انتظار داشته باشی، بعد از بهسام بپرسی. بعد استاد فرموده بودن که شما در سوگندنامه‌تون اجازه تدریس برای خودتون داشتید، اجازه این که مستر استخدام کنین تدریس کنین که نداشتین که. بعد میاد جعفری که میگه بعد به اینا حقوق بیشتری بدین چون تخصص بیشتری داشتن، تخصص کلاهبرداری داشتن، تخصص شیادی داشتن، تخصص در واقع بیشرمی داشتن، یا یعنی بعد به اینا پول بیشتری. بعد خدمت درس کنم که کیوان در توجیهش میگه من کلاس کاراته میرفتم، کاراته میرفتم یا نه؟ اتبار فرم فرم شده
هزار تا هم سخت داره. حالا من اگه بخوام مربی بگیرم درس بدم باید اجازه بگیرم؟ چه ربطی داره کلاس کار؟ اونجا سوگندنامه پر کردی که تو در مقابل شاگردانت مسئول باشی، نه اینکه یه مستر دیگه اون بعد میگه آزادیخواهی میکنه. کدوم مستری تو آموزشگاه ما درس میده؟ من رو سروش بودیم دو تا جا داشتیم، یکی کرج بودیم که تهران، اونجا درس میده. مستر دیگه نبوده. میخوام در واقع میخوام فرافکنی کنن دیگه. بله. فرافکنی میکنم. نمیدونه چی کار کنم. این صداشون اوله لاد که همشون میاد. چجوری میلرزه صداشون همش. بله. مهرامی هم خیلی با احتیاط سعی میکنه شعر رو بخونه. اما واسه خداوند و یه فائزا و یه چیزایی میگه. نمیتونه اصلا درست شعر بخونه. این ماجرا خیلی زیاده. خیلی زیاده. میگه گنجینه کناری عین دست گل واحد کردیم و واسه تحویل استاد بدیم. بله. گنجینه شیطانی. تدریساتون هم دیدیم. تدریساتون هم اونجا دیدیم که چیکار کردین و دست گلی. بله. خلاصه دیگه حالا خیلی حرفا زده. مثلا یه پدر مادر من این شهاب یه جا میگه که علت اینکه من به جای این شهاب آی لاو و حیوان حرف میزنم اینه که اینا نمیتونن خوب حرف بزنن. یه دونه راستش همین بوده. خودش هم نمیتونه حرف بزنه. موضوع اینه. الان ببین دیگه چی شده که عقل کلش شده شهاب. ببین اینا دو دسته. یه دستهشون عقل کلاشونن که تئوریسین هم تو جلساتشون. شامل شهابه و ولیپوره که مثلا خودشو عقل کل میدونه. و یه ذره بهسان. دو نفرم هستن که این وسط از اینایی هم که شخصیت منفعل دارن که جعفری و کیوان و اینا رو باید بهشون دیکته کنن چی بگین چی نگین. ماجرایی داره. آره مثلا یه دفعه به کیوان گفتن اینقدر شل حرف نزن داد میزنه. آره رئیسی که بهش میگن مونوتون صحبت نکن داد بزن از اول شروع داد داره. هم ریختن ها و هم ریختن عصبی هن حسابی عصبی هن بعد جوری عصبی هن. خدمت درس کنم که یه موضوع دیگه هم دوستم بگم که آره حالا اینه ولش کن. راجب پدر مادر خودش گفته که پدر مادر من اینجا رو بری بلد نیستن حرف بزن. دوستم میگم خودت هم بلد نیستی آیلا حرف بزن. دلیل اخراج آیلا و کیوان هم دارن فرافکنی میکنن. میگن به خاطر مانیفست. هرگز به خاطر مانیفست شما اخراج نشدین. شما خیانتاتون ثابت شد. بعدم کیوان اون دوتا ویس رو داد نهایت توهین رو کردین بعدم اخراج شدین دیگه. در همون اخراجنامتون هم ویس ها رو استاد گذاشتن. دلیل اخراج مهرنامی هم میگن این بوده که با پول خودشون تحقیق کردن که این دروغه. هیچ تحقیقی نکردی. تو فقط پول از مردم گرفتی به بهانه‌های مختلف. پول از ایران هم براتون اومده بوده برای آمریکا که برای شما هم نیومده بوده برای شریکتون اومده بوده. هیچ تحقیقی هم نکردی. دلیل اخراج شما این بوده که شما با بهداشت معنوی همکاری کردی. شما من یکی از مسترهای ما رو خانم بهاری رو تهدید کردی که در ترکیه تحویل میدی. این دلیل اخراج بوده. فرافکنی لازم نیست. همه میدونن. خب خدمت شما عرض کنم که یه ذره بذار از چیز بگم، از این آقای جعفری بگم که اینم خیلی جالب. اولا میگه که من مخالف استاد نیستم، یعنی حرفاشو میخوام. بعد کلی فحاشی میکنه، یعنی اگر لایو های اینا رو نگاه کنیم میگه من مخالف استاد نیستم، من فحاشی میکنم. بعد شروع میکنه فحاشی کردن. بله اینا نشون میده که خب چقدر در واقع خودش رو نقض میکنه. در واقع خدمت درست کنم که این ماجرا هست. حالا به جز اینکه حالا گفتن دیگه سوگندنامه چاپ کرده و کتاب چاپ کرده و چه ماجراهایی و فلان و این حرفا و نمیدونم، یه جا هم میگه سطح دانایی اجتماع در ایران برابر است. این چیه که داره؟ یه جا هم میاد از نظام میگن به یه نفر میگن فرق کلاغ چیه؟ میگه یه پاش از یه پاش مساوی تره. حالا اینم میگه سطح آگاهی اجتماع در ایران برابر است. آخه با چی برابر است؟ آره حالا من یه صدا هم بذارم، یه صدا اینجا بذارم که اینم با هم ببینیم. حالا اونو گذاشتیم اینم ببینیم بذاریم سب خانیم. شما اگه میخوای توضیح بده تا من این رو بیارم.
نه بشنویم اینو که ببینیم این اومده خودش رو هی داشته سعی میکرده که تخلیه کنه جعفری. نمیدونم صدا مرتبط با جعفریه یا نه این حالا راجع بهش نه. نه این که خب چیز عدد خانوادگیش رو نشون میده یا فحاشی میکنه یه دو تا صدای خوب دارم راستی اونو میخوام اینو بعد حتما نشون بدم. خیلی حیفه اگه نشونش ندم. بذار اول اینو پیداش کنم اینجا تایماشو در آوردم تا شما بیاری باز من این نقشه رو نشون بدم. اصلا کمدیه. ببینید دوستان این شهاب نمیره حتی نقشه رو ببینه که یک روز و دو ساعت راهه. متین واقعا تو چجوری میخواستی این راهو بری؟ وای اینا اصلا فکر نمی کنم. خب اینو یه لحظه گوش کنیم. بله بریم. ایشون رو زده بودیم توتور به خاطر اینکه میگه متین رو زده بودیم توتور. منظورش چیه؟ یعنی معلم. میگه متین رو زده بودیم توتور. چند بارم میگه هی. میگه برای که بعد یه شغلی براش میدادیم متین رو زده بودیم توتور. آقا این دفرمیشن متین رو زده بوده توتور. خب حالا دو سه بار دیگه هم میگه. حالا نمیخوام وقتی رو بگیرش. اما یه چیز جالبتر میگه. اینو میخوام بیارم بذار گوش کنیم. این چیز جالبش اینجاست. این یک نکته داره. مثل اون که کیوان میگفت نرین از کلاس من معرفه من نرین یه دوتا فوش بدین. این هم یه چیز تو هم مایه هست. و به خاطر اینکه این دوستان بتونن انتظار کنن توی تولید زندگی بتونن راجب کیوان اینا کیوان شکو خانواده شون تا اونجا که من اطلاع دارم مثل که تو کار تولید چوب و این چیز تو شما هستن و خب بالاخره از زیر بوتی و زیر بلند نشدم خانواده داره تعریف میکنه ها داره از کیوان رو خانواده تعریف میکنه میگه اینا کارخونه چوب دارن بالاخره از زیر بوته و زیر چوب بلند نشده. بله این هم حرف زدن اینا این آقای مستر عرفان حلقه هم توف کنی تو ای عجوز هم تو سوز هم سرت ای گنده پوز. این واقعا این مصداق تک تک ایناست. اینا نمیتونن شمع حق رو پف کنن سوشیان جا و بله. خودشون میسوزن سرشون میسوزه. اینا همه اون گنده پوزان که شاعر داره اینجا میگه. بله. من گفتم که اولا که کن آم بل هم ازر. بله واقعا خب از اینکه تقریبا فکرم یک ساعت و نیمه داریم صحبت میکنیم حالا میخواییم دیگه یواش یواش چرا که نه حالا بذار ما میخواستیم چند تا دوستان رو دعوت کنیم بعد گفتیم بذار این بمونه براشون که فکر کنم بمونه آره بمونه بذار کنیم آها راستی اینجا یادم رفت بگم که خطاب به من میگه که آهان ما الان میخوایم مهمون بیاریم حالا آقای مدرشه رو میخواد بیاره هرکی میخواد بیاره سوشان ما میخواییم مهمون اولتون که اومد و تو زرد در اومد مهمونهای بعدیتون رو بیاریم ببینیم اونها چی کار کنن. ما بسیار از آوردن مهموناتون استقبال میکنیم با کمال خاطر منتظر مهموناتون هستیم ببینیم امشب مهمون میاریم یا نه. شما دارن لایوهای ما رو دیست بله. ما هم براتون داریم به موقع. خب حالا ما حرف زیاده دیگه بقیهش رو بکنم دوستان خسته نشن میذاریم برای سریای بعد کلی صحبت هست. سروش جان بریم برای کلام آخر. همون که من گفتم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمت انک انت الوهاب. خدا بعد از اینکه هدایت شدیم کاری کن که گمراه نشی. و این واقعا یکی از بزرگترین گناهان و بزرگترین سقوط‌ها سقوط بعد از هدایت دیگه. یعنی ای کاش طرف به قول استاد از اول در گمراهی میمون تا بعد که نور رو بهش نشون بدن مسیر رو نشون بدن بعد راه رو گم کنه. و این دیگه شاهکاریه که اینا روز به روز هم دلمون براشون میسوزه هم دعا میکنیم هدایت بشن هم جلوشون تمام قد وایسادیم. ما جلوی شما تمام قد وایسادیم و شما هیچ غلطی نمیتونیم بکنین در راه انحراف در راه بدعت مجموعه. اگر خواستیم برگردین قدمتون روی چشمه اگر نبخواین راهتون رو ادامه بدین. ما همه مجموعه عرفان حلقه در وحدتی مثال نزنیم پوزه همه تون رو به خاک میمادیم. من با یه شعری از خودت یه شعر کوتاه از خودت تموم میکنم این بار. سوشیان عزیزم من ممنونم. هرگزم نقش تو از قالی خاطر نمیرود هرچند تار و پود این رشته گسسته شود. به
بسیار سپاسگزارم، روز و شبتون بخیر. منم با یک شعر تقدیم به استاد لایو به پایان میرسم. در مسجد و میخانم هر لحظه هم جان میدهی، مست تو هم مست تو هم تو بوی رحمان میدهی. در این سرای پرستم هر ذره‌ای در غفلت است، عالم به تو معنا شده تو بوی عرفان میدهی. چشمان من خیره بماند در مستی چشمان تو، ای چشم جان عاشقان تو بوی سبحان میدهی. در خلوت این سایه ها نوری بود در آیه ها، ای ترجمان آیه ها تو بوی قرآن میدهی. گفت ملک بیرنگ شد در هستی پررنگ تو، ای نور ما ای حور ما تو بوی انسان میدهی. آینه دل پاک شد زین تابش بی‌منتها، ای تابش آینه ها تو بوی رحمان میدهی. خیلی ممنون، سپاس و تشکر از همه عزیزان و دوستانی که تا این لحظه لایو ما رو همراهی کردن. وحدت بیشتر و انسجام و همدلی بیشتر در مجموعه عرفان کیهانی حلقه و رسوا کردن بیشتر معاندین. شب و روز بر همه خوش، ایام به کام. خدا نگهدار. خدا حافظ.